سلام، من دانیل هستم. امروز اومدیم با یه بیوگرافی دیگه. امروز اومدیم با بیوگرافی پریناز ایزدیار، بازیگر سری جیران. اگه میخواییم بیوگرافیش رو بدونید با من همراه باشید. پس بی وقفه بریم سراغ ویدیو. پریناز ایزدیار متولد 8 شهریور سال 1364 در بابل، بازیگر سینما و تلویزیون است. فارغ التحصیل لیسانس رشته گرافیک می باشد که فعالیت خود را از تلویزیون شروع کرد و با کار سینمایی به سیمرغ رسید و از پیروان رژیم غذایی گیاهخواری است. به عنوان فرزند آخر خانواده در شهر بابل مازندران به دنیا آمده است. خواهر و برادرش هر دو در رشته پزشکی تحصیل کردند و مادرش خانه‌دار و پدرش وکیل است. تا مقطع دبستان در بابل درس خواند و از مقطع راهنمایی به تهران مهاجرت کرد. به خاطر شغل پدر دوباره دبیرستان به بابل بازگشت و زبان پیش دانشگاهی را در تهران خواند تا اینکه توانست در دانشگاه قبول شود. با اینکه عاشق رشته سینما بود و در این رشته هم قبول شد، اما به خاطر مخالفت خانواده به اجبار گرافیک خواند. اما با این حال مطالعات سینماییش را ترک نکرد. قبل از شروع بازیگری زمان دانشجویی در یک سری از شوهای اسلامی به عنوان مدل مانتو و روسری شرکت می‌کرد. سال 1385 به پیشنهاد یکی از دوستانش که از علاقه او با خبر بود، در تست فیلم بازی خطرناک حسن هدایت حاضر شد و با نقش مکمل جلوی دوربین رفت. این فیلم هیچگاه مجوز اکران نگرفت تا اینکه بعد از یک سال و نیم تمرین با دانشجویان بازیگری سال 87 برای بازی در تله فیلم همان روز دعوت شد. سال 1389 با فیلم اینجا بدون من وارد سینما شد. سپس همین سال با سریال شاید برای شما هم اتفاق بیفتد بازی در تلویزیون را نیز تجربه کرد. با سریال 5 کیلومتر تا بهشت در سال 1390 شناخته شد، اما یک سال بعد با سریال زمانه در نقش ارغوان کنار حمید گودرزی و هومن بغنورد به شهرت رسید. همچنین از سال 93 تا 97 نیز با سریال شبکه خانگی شهرزاد در نقش شیرین دیوان سالار بازی بسیار موفق و تحسین شده ای را نیز از خود به جای گذاشت. او در مورد عشق به فست فود میگوید: عاشق فست فود هستم، ولی خیلی سعی میکنم کمتر بخورم، چون میدونم چیز خوبی نیست و در بیشتر مواقع خودم را برای نخوردن کنترل میکنم. بالاخره گاهی مجبور میشوم وقتی غذای خانگی ندارم و عجله دارم فست فود بخورم. او در مورد تنقلات میگوید: قدیمترا عاشق تنقلات بودند، اما از آن موقع که فهمیدم تا چه حد برای پوست مضر است، مخصوصا برای ما بازیگرها که مدت‌های زیادی گیریم روی پوست خود داریم، به کلی کنار گذاشتم. او در مورد ازدواج میگوید: ازدواج کردن را دوست دارم، به خصوص که عاشق بچه هستم و عاشق تجربه کردن احساس مادری، اما فکر میکنم ازدواج یک پختگی لازم دارد که هنوز به آن نرسیدم. این پختگی دو طرف است، هم زن و هم مرد باید به جایی رسیده باشند که مسئولیت یک زندگی را دو نفری به دوش بکشند. او در مورد عشق به دریا میگوید: من عاشق دریا هستم. رفتم به دریا و قدم زدن در ساحل حالم را واقعا خوب میکند. هر وقت که فرصت پیش میآید به خانه پدریم میروم. هنوز نرسیده سراغ دریا را میگیرم. وقتی با دریا چشم در چشم میشوم و صدای موجهایش را میشنوم و به شکوه بیپایان آب مینگرم، حس میکنم تمام مشکلاتم حل شده و آرامش پیدا میکنم. او میگوید: مدتی است که گیاهخواری را شروع کردم. البته بیشتر از آن که بگویم یک رژیم سلامت با کاهش وزن و این طور چیزاست، یک علت مهم و اصلی داره. اینکه دلم برای حیوانات میسوزد. او علاقه‌اش را به موسیقی اینگونه میگوید: خیلی دوست داشتم که موسیقی کار کنم و نواختن ساز را یاد بگیرم. اما شاید در این زمینه بی استعداد بودم یا به آن شکل جدی و حرفه‌ای دنبالش نکردم. درباره سبک‌های مورد علاقه‌ام در موسیقی باید بگویم مقید به هیچ سبک خاصی نیستم و هر آهنگی که خوب باشد را می‌شنوم. او میگوید: پررنگ‌ترین خصوصیات اخلاقی‌ام بی‌تردید سادگی است.
سادگی از این جهت که من اهل روابط پیچیده و سیاست عجیب رفتاری در برخورد با مسائل مختلف نیستم و ترجیح می دهم حس واقعیم را نشان دهم. ایزدیار سال 1394 وقتی 30 ساله بود توانست در 34مین جشنواره فیلم فجر برای بازی در فیلم ابد و یک روز سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن را بگیرد. او در مورد تلویزیون این گونه می گوید: قبول دارم که تلویزیون خیلی زیاد به دیده شدن من کمک کرد، اما من هم خیلی برای آن وقت گذاشتم، اما اینکه خودشان من را دعوت کنند و خودشان هم مانع حضور من شوند رفتار بدی است. او کارگردان های مورد علاقه اش را می گوید: فیلم و سینمای آقای اصغر فرهادی درجه یک است. سینمای آقای مهجویی را هم خیلی دوست دارم. فیلم های آقای کاهانی را هم خیلی می پسندم. حتما اسمهای دیگری هم هست که اینطور وقتها آدم حضور ذهن ندارد و از قلم می افتند. خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدین. اگر از اینجور ویدیو خوشتون میاد کانال من سابسکرایب کنین، زنگوله برشم بزنین که هر ویدیو گوشتم بفهمین و اینستاگرام و توییتر و تلگرام من هم بالای صفحه هست، اونا هم میتونید دنبال کنید و اگر از این ویدیو خوشتون میاد ویدیو رو لایک کنید. خدا نگهدار.